خدا سبار رئیس سالات استرار و به جرشتگان وزارت مهاجرین در استودیو مهمان من است و بیشتر صحبت میکنیم سلام شما آقای سبار خیلی خوش آمدید به برنامه <applause> گزارش روایت یک خانواده را کرد و ما و هزارها خانواده اینچنینی در کابل داریم مگر دورتر نریم به ولایت ها برنامه مشخص شما برای بیرون رفت از این وضعیت چی است تا چه زمان اینها این, این گونه باشند خب بسم الله الرحمن الرحیم البته بار سلام خدمت بیننده در بحث بیجاشدگی وزارت امور مهاجرین من نهاد که هماهنگی میکنه کمک بشری رو بر خانواده ها و همچنان بر رسیدگی به دریافت رای حل دائمی خانواده ها برنامه مشخص را یک برنامه که در جریان بیجاشدگی شدگی بر خانواده ها کمک های سراری برشان داده میشه و دیگه هم برنامه دریافت رای حل دائمی را داره البته در دا قسمت مشخصا در قسمت خبر را که نشر شد واقعا مدت پیش به اثر عملیات نظامی و ناامنی که در ولسوالی غربند ولایت پران بود یک از هموطنان ما بیجا شدند البته بعد از اینکه کمکار دریافت کردن یک تعداد از اینا بیشتر از اینا پس دوباره تنظیم شد مساعدت ها برگشت کردند خب خانواده ممکن یک تعداد از خانواده ها اینه که عملیات شروع میشه نبرد میشه بیجا میشن برنامه تنظیم میشه دوباره پس برگشت داده میشن تنظیم میشه کمک ها برشان اما قسم که امی خانواده را شما گزارش نشر کردین ممکن یک نتونن یا دوباره برگشت دلیل برگشت با وجود که امنیت شده موازوات اقتصادی باشه که اینا دوباره پس برگشت کرده نتانن امیال که صحبت دارم تقریبا در طول سال در طول سال 19 در سال 1996 1396 هجری شمسی ما حدود 80000 خانواده به جا شده داشتیم از 80000 خانواده تقریبا بیشتر از 20000 از این دوباره پس برگشت کرده خانواده ها پس برگشت کرده اما در قسمت تنظیم مساعدت های بشری ما تمام کسایی که بیجا شده بر از اونا مساعدت های بشری صورت گرفته اما مساعدت های بشری اون اون مساعدت او که حالا امین مساعدت های بشری که شما دارین امون ام برنامه هایی که شما دارین ندخل چهارده 15 سال گذشته نتیجه بخش نبودن خیلی زیاد چرا تغییر نمیارین در برنامه مثلا همورا استدال که شما کردین تا سطح وزیر شما پلیس ساز هستین تا چه زمان این گونه میباشه موقف شما خب مشخصا کار شما رسیدگی به وضعیت بجا شدگان مهاجرین پناهندگان چه در داخل چی در بیرون است حالا وقتی مسئولیت شما از نهاد دیگه مسئولیت نداره و خب تغییر میارین در برنامه هایتان ببینید برنامه ها هم ساله به اساس آنمو نیازمندی هایی هست که اونا ریویو یا بازنگری میشه تغییر کرده میره برنامه خب ها امسال م... ببینید ما برنامه ره که امسال مثلا یکی از مشکلات کلانه که ما در قسمت تنظیم مساعدت ها داشتیم برنامه امو بودن ثبت و راجستر امی خانواده هایی که مستحق کمک میشن ما در این قسمت کوشش کردیم که چطور بتونیم تیم های سروی را اضافه بسازیم در 34 ولایت تیم ها توزیع شدن و یک موضوع دیگه که خود مؤسسات کمک کنند در پایشان کشاندیم به توزیع مساعدت ها آل مساعدت ها قسم تنظیم شده که خود مسات کمک کننده میرن به ساحه خودشان میبینن خانواده را توزیع میکنن ممکن ما همونطوری که ما پیش از اینکه اینجا بیام صبح وقت همراه همکارایتان صحبت داشتم و آدرس همی خانواده که اینجا بوده یک تعداد ممکن کسایی باشه که حتی دور از چشم سرویرا مانده باشن یک تعداد کسایی که مثل امی خانواده محترم البته وزارت جمهور همیشه سعی تلاش کرده تا در دو بخش هم در بخش تنظیم مساعدت ها و هم در بخش برگشت از ای خانواده ها کمک رسانی کنه برگشت از این خانواده هم اینجا در گزارش اشاره شد که اینا حتی بر برگشت میخواین که برگشت کنن ما امروز تیم سروی را, را میکنیم ببینیم که از این خانواده چطور چی مشکلات داشته دلیل عدم برگشتش چی بوده آیا اونجا موضوع شلتر یا سرپناه خانواده شد که برنامه دیگه هست که باز کسایی که خانوای خود از دادن در دا برنامه دوم بر از اینا سرپناه یا شلتر که مساد کمک میکنه بر از اینا شلتر ساخته میشه برنامه برگشت از اینا را با اداره ملی مبارزه با حوادث میشه این تنها بس کابل نیست یا بس خانواده هم نیست شما بلی. تنها را مشکل شل مشکل همی... ما به شدگان حل نمیشن. شما در مزار شریف یک بار مراجعه بکنین شما میبینین در دشت مزار به جا که از جوزجان آمدن از فاریاب آمدن از سرپول آمدن ما چند روز قبل یک گزارش داشتیم که زیر خیمه برف باران میبارید سرد بود زندگی میکردن از صدا خانواده مثلا بس اینجاست که برای زمین ها نه زمینه کار است شما یک بار کمک میکنین حالا مکانیزم های ساخته شده که اون پول را که شما نقد کار کنن پیدا بکنن تا چه وقت پول داده شده بر تا چه وقت مواد کمک صورت بگیره این یعنی هدف اینجاست که برنامهای های درونی تغییر بخورن که هم با درد اونها بخوره هم تغییر کار ساز باشه در قدمی عمل بیجا شده که این نیاز است که باید از کمک های استراری بر از اونها برسه چون یه خانواده بیجا میشه بعد از اینکه بیجا شدگی از این دوامدار میشه برنامه دومی که اینا خودشان اشتغال زایی از برنامه کار هست برای اون کسای ما در کل دید ما بر از این است که خانواده دائم بیجا شده مانه اگر هر نقطه افغانستان نام شد اینا بیجا شده بیان به یک نقطه دیگه بانن ما کوشش میکنیم در هماهنگی با اما نیروهای امنیتی تا زمانی که پس دوباره امنیت میشه او مناطق ما کوشش داریم که برنامه برگشت تنظیم کنیم برای این خانواده البته برنامه زمستانی را که شما اشاره داشتین که در دا بعضی از ولایت 40 هزار خانواده را ما برای هر خانواده کمک های زمستانی را داشتیم که اینا برای از اینا اما مواد محروقاتی تهیه کنند برای خود 200 دلار آمریکایی برای هر خانواده داده شد تا خودشان انتخاب کنن چی را نیاز دارن گاز نیاز دارن زغال نیاز دارن یا تنها ما در ولایت بدخشان یک مورد را داشتیم که یک تعداد زیر خیمه بود که امروز برای کوشش تاثیر کمیته اصرار اینا که رسیدگی ای صورت بگیره اما ما کوشش کردیم تا به حد توان که هیچ کس زیر خیمه نماند تا در فضای سرد زمستان اینا اکثرا به خانه های کرایی یا امو پول رو که از داده میشه به دلیل امیس که اینا بتونن یه خانه نسبی رو برای خود کرایه بگیرن این در برنامه دوم. برنامه طولانی مدت که موضوع اشتغال، موضوع تعلیم تربیه است، موضوع موضوع تعلیم تربیه هست. یک بحث بسیار کلان یک خانواده از یک ولسوالی بیجا میشه در ولسوالی دیگه یا در مرکز شهر میاد طفل از اون بی سرنوشت میمون ازی. از این بعد از این با یک تفاهم که با وزارت معارف رسیدیم بدون از که اون از پیش ازی یک مانع موجود بود که اینا خب حال برای خانواده بیجا شده در اون سنف که اونا میگن در اون برشان درس داده میشه حتی برشان کش میشه که اما دیگه این شرایط که برای شمولیت یک کس تازه میاد بر از او او شرایط برداشته شده و همچنین موضوع صحت موضوع موضوع برگشت یا استقرار مجدد از این خانواده ها البته وزارت امور مهاجرین برنامه کلان رده دا قسمت داره و هدف اصلی خود امی مدیری هدف اصلی امی برنامه های کلان وزارت امور مهاجرین هم امیز که اینا پس دوباره یا اگر بیجا شدگی دوام میکنه ادغام شدن یا یا دوباره پس برگشت کنند مثالش ما به هرات میگم که تقریبا 13 سال خانواده بیجا بودن امسال اونا جز پلان انکشافی شهر شدن دیگه اونا نام بیجا شده ختم شد از سر از او خانواده های محترم که اینا بیجا شده هستن بیجا شدن کمپ مسلخ هم کمپ مسلخ بله هم خمبر، 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 خمبر؟ در کابل هم اینمی فعلا که مثلا ساحه چارهای قنبر کسای در کابل فرق میکنه در کابل ببینید یک تعداد کسایی هستن که پیش از ناامنی ها می کسایی هستن که بادنشین های دائمی بودن مثلا ما اقوام جوگی محترم ما را شما اگر ببینید اینا از 40 سال تا 50 سال اینا همین ساحات چمن ببرک اینا را اینا همیش همیشه همیشه تو خیمه نشین بودن و بادنشین بودن اما ما امیر هم کش کردیم شامل پلان خود ساختیم شامل پلان کابل ساختیم امی فعلا والی صاحب کابل با یک تیم مسات ملی و بین ملی سر پلان کابل کار داره تا چطور بتانیم یک رای حل پیدا کنیم اینا را به یک نقطه یا ادغام شون یا اگر داوطلبانه اینا میخوان پس به محلات اصلی خود بر بگردن اینا رو برشان کمک شد اما بحث بجا شدگی چقدر بر نیروهای امنیتی و نادای امنیتی مهم بوده برای شما چقدر اونها هم کار بودن مثلا جرم و جنایت سربازگیری از اینها توسط گروه های مخالف یا رفتنشان قتل و بر من وسیله م... چون اونها روزگار بده دارن اعتمالا رجوع بکنن به این مسائل این مسائل آسیب شناسی شده در این مسائل خب البته که وزارت محترم دفاع و وزارت محترم داخله در قسمت در پلان های ولایتی که وقتی تنظیم میشه در مرکز در هر ولایت یک پلان عملیاتی تنظیم میشه هم در بخش بیجا شده داخلی و هم در بخش عملیات وقتی که اما ترتیب میشه پلان عملیاتی ترتیب میشه در اونجا کوشش میشه به حد ممکن که جلوگیری شود از روند بیجا شده تا خانواده ها در اثر عملیات نظامی بی جانشه. اما نبردها از جانب مخالفین اکثرا دیده شده نبرد هایی که صورت میگیره یک تعداد خانواده ها بی میشن در این صورت هم ما کوشش کردیم که لاقل اقل اما پاسخ برای خانواده ها که اونا همونطور که شما اشاره کردین از اینا استفاده های غلط صورت کزار. نگیره ممنون از حضور شما مهر خدا رئیس حالات اسرار وزارت مهاجرت